أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. صلى على محمد وعلى محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق در مادر اون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات. صلی علی محمد و آل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. اللهم صل على محمد. اینو اگه میشه این چرا خاموشش کنه؟ خیلی خوب، این کلاس در حقیقت کلاس معرفت المهدی جلال الله تعالی فرجه الشریف هست. اصل بحث معرفت است، تا قبل از اینکه به نکته اینکه چه باید کرد و اینها برسیم، خیلی وقتا وقتی که این معرفت نیست، دقیقا هم معلوم نیست که چه باید کرد و چه کار می شود کرد. یه سوالی که جلسه گذشته بود که حالا اینو باید مفصلا سرش وارد بشیم، این علامت میمه میمدال بود که بر اسم حضرت هست. این یه نکته ای رو بعدن انشالله عرض خواهیم کرد که تو خود روایات هم داریم که هیبت موسی با ایشونه و بهاء عیسی و صبر ایوب و چه یوسف، یعنی بهره‌ای که از هر نبی به صورت استکمالیش برده شده. یک موقع از که من اینو حالا خلاصه‌شو میگم، مفصلشو باید بریم تو خود این بحث. این موقع از که تمام ویژگی‌های انبیا به صورت استجماعی وجود داره، اون میشه محمد استجماعی، اللهم صل علی محمد، میشه وجود خود حضرت ختمی مرتبت. یک موقعی هست که نه، مفصل اینا وجود داره، یعنی به تفصیل اینها وجود داره، یعنی این وجود دارد و اون وجود دارد و اون وجود دارد و اینها مفصل شده در وجود حضرت، به صورتی که در موقع ظهور هم اینجوری است که برای اینکه اون حجت کامل بشود و دیگه عالی ترین سبک حجت باشد، حضرت با زبانهای مختلف، استدلالهای به کتب مختلف، یعنی بر مسیحیان با انجیل اصلی استدلال کردن اینه، یعنی بر یهودیان استدلال بر توراته، بر اونها استدلال بر زبوره و با زبانهای مختلف، یعنی اون حجت حجت مفصل است که اگر پیغمبر خدا رو که به صورت تجمیعی محمد تجمیعی است، این رو اگر مفصل بکنید میشه میمه میمدال. اون موقع اگه ایشون در حقیقت پیغمبر رو مفصلش بکنی، یعنی بیاری تو مرتبه تفصیل،
که بشه هیبت موسی، بشه اینها نه به صورت استجماعی که اینها جمع بشود و اندماج بشود در هم دیگه، بلکه همین این به صورت مفصل شدهش که حالا اینا دقایق این بحث باید بره در خود اصل بحثش، نه این که هیبت موسی رو با بهای عیسی با هم دیگه ترکیب کنید. ترکیب شدهش یه چیزی دیگه، اون که محمد استجماعی، اون چیزی که در حقیقت حضرت هست به صورت ترکیب نشدهشه، به صورت تفصیل در آمدهشه. همون فرقی که تو فلسفه و عرفان فرقیست که بین مرحله اجمال و تفصیل میگن. اون اجمالش البته معنی ابهام نیست، اون اجمالی که در علم اصول میگن علم اجمالی اون نیست، اون اجمالش پدر جد دقیقت روشنیه، به معنای بالاخره یک مرتبه بالاتریه که استجماع شده اینها با هم دیگه. به همون معنا فرقی که در اجمال و تفصیل هست بین وجود نازنین پیغمبر اکرم و وجود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هست که ایشون محمد استجماعی و ایشون محمد تفصیلی. اللهم صل على محمد و آل محمد. مفصل این بحث اول مرور آش با جاش دیگه، انشاءالله میرسیم اون موقع اونا رو بیان خواهیم کرد. این بخش اول. اون چیزی که ما داشتیم عرض میکردیم، من یک روایت خدمتون عرض بکنم. ببینید مسئله غیبت مسئله بایدیه تو این عالم، محصول دشمن دشمنان هم نیست و یک حقیقت استکمالی کمالی است، نه یک حقیقت جزایی عقابی. ممکن است که طولانی شدنش از سر دشمنی ها شکل گرفته باشه، که البته این رو بدانید که دشمنی دشمنان در پازل خدا عمل میکنه نه به صورت مستقل. یعنی شیطان در حقیقت چیز خداست، اون مأمور خداست، شیاطین مأمورین خدان، شیاطین در مقابل خدا عمل نمیکنن، توی پازل خدا عمل میکنن. لذا حتی اون شیطنت شیطان، شیطنت های شیاطین کلن، همه اینها و دشمنان و اینها موجب طولانی شدن این دوره هست، اما باز هم حقیقت کمالی است. کما اینکه خود شیطان وجودش شد و پارامترهایی است که باهاش رشد میکنه انسان. شیطان جزء موجوداتی است که انسانها باهاش رشد میکنند. دقت بفرمایید. ممکنه بگید که خب او که فریب میده. خب بله او فریب میده، ولی تمام این خصوصیات خلقت برای رشد اصلاً. یه دم فریب میخوان، یه دم باش میرن بالا. شما قرآن مگه چطوریه؟ ببینید حقیقت غیبت اینا چیزایی است که کدگذاریاش باید بشه هی اینقدر بسابونیم چنین بحثی رو که یک مقداری حل بشه. ببینید حقیقت غیبت، غیبت توسط یک حجته. غیبت موجب تزلزل نمیشه، اینو دقت کنید. به شدت دنیا پر از تزلزل میشه، ولی این نتیجه غیبت نیست. من به عنوان یک مثال این رو عرض بکنم. جاها اون موقع راهکارها مشخص میشه، بعدها همجور خود خود. شما قرآن، خود قرآن به وصف خودش مبد و ننزل من القرآن
ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. درسته؟ خب این مشکل، اینی که زیادیه در خسارت ایجاد میکنه، مشکل قرآنه. آیا یعنی قرآن چیزیست که خسارت ایجاد میکنه؟ قرآن خسارت ایجاد نمیکنه. ولا یزید الظالمین الا خسارا، اون ظلم است، یعنی اون وصفی که مشعر به علیت اینه، اون ظلمی که انباشته میشود در یک نقطه، اون باعث میشود آب حیات و اون حقیقت کمالی وقتی که میآید، یک کمالی وقتی که ظهور میکند، این باعث میشه که خسارت ایجاد میکنه. ببخشید، مثل یک مدفوع خشکی میشه که آب روش میریزه. خب شما بگید آب روی یک گلی میریزه، این گل رو بارور میکنه. آب روی مدفوعی میریزه، این مدفوع رو بدبوتر میکنه و زنده تر میکنه. این الان این بحث آیا به معنای این است که آب مشکل داره، قرآن مشکل داره، حجت مشکل داره، فرقان مشکل داره؟ اینا که نیست. دوره غیبت این اشکال بهش وارد نیست که اگر دوره چی، پس چرا تزلزل ایجاد میکنه و این همه تزلزل درش اشراب شده؟ این به خاطر این که حقیقت کمالی هست. اتفاقا به دلیل این که این حقیقت، حقیقت کمالی هست و باید این اتفاقی بیفته، حالا بایدشو میگم چرا بایدیه، باز دوره باید چنین اتفاقی بیفته، این وقتی که غیبت ظهور، یعنی خود فضا و فضای غیبت میشه، پر از تزلزل میشه و از اون طرف پر از ایمان. اینی که در حقیقت هی میبینید تفکیک وجود داره تو این دوره، ملعت ظلمن و جورا، ملعت قسطن و عدلا، یعنی همه چی پر میشه دیگه، چون که اون اتفاق به تمامی میخواد بیفته. وقتی میخواد این اتفاق به تمامی بیفته، تزلزل ایجاد میکنه. و این به معنای این که اون حقیقت یک حقیقت کمالی هست، این منافیه با اون بحث نیست. حالا همجوری بحث باید جلوتر بره. ببینید، در روایتی در کتاب شریف کافی جلد 1 صفحه 338 از اسبغ ابن نباته است. اسبغ ابن نباته و اینها جزو چیزها بودن دیگه، جزو شرطت الخمیس بودن، اون گروه پنج امیرالمومنین بودن که ویژه بودن، گارد ویژه حضرت بودن، نه گارد ویژه نظامی فقط، بلکه گارد ویژه بودن، گارد ویژه معرفتی هم بودن و اساسا ائمه یه برخورد صرفا نظامی نداشتن. اینا یه کسایی بودن با این ویژگی های بارز معرفتی که حضرت حتی در دوره حکومت برای اینها وقت زیاد میذاشت، حتی در دوره حکومت برای اینها خیلی وقت می‌ذاشت حضرت. اسبغ ابن نباته هم این، مثلا میسم جزو این افراد بوده. میسم جزو این افرادی که یه موقع میسم به ابن عباس میگه بیا من یه تفسیر قرآن بهت بگم از درس‌های امیرالمؤمنین. میگه من یه دو درس امیرالمؤمنین رفتم. یه نبی اینایی که به من گفتن بهت بگم. دو سه جلسه میشینه دیگه تحمل نمی‌کنه. که اصلا این چیزا چیه تو میگی؟ چون که این دیگه درس خارج چیزی بوده دیگه، تخصصی حضرت بوده و به اینا این حرفا رو میزده. حتی گاهی اوقات در نقل روایات ما هست که روزی یک ساعت حضرت برای خود میسم وقت میذاشته، خود میسم تمار، و اینها رو به جهت معرفتی بالا میآوردن دیگه. اینا خیلی اتایت امیر المؤمنی علیه السلام فوجدته متفکرن، دیدم که حضرت به حالت تفکر دارن که ینکت فی الارض، نکت فی الارض یعنی
یه چیزی دستشون دارن میزنن رو زمین اینا. فقول تو یا امیر المؤمنین مالی اراک متفکرن، متفکری مثلا تو فکرین تنکوت و فلعرض. البته حالا این جمله‌ای که میگه حتما میخواسته حضرت رو به حرف در بیاره یا نه معنی نداره، خود اسبق هم شأنش این نیست. یه تنکوت و فلعرض رغبتن من کفی ها، یه به زمین داری رغبت به زمینه، رغبت به فقال الله و الله ما رغبت و فیها ولا فی الدنیا یومن، من یه روزم به این دنیا رغبت نکردم. ولکنی فکرت و فی مولود یکون من ظهری الحادی عشر، من دارم به اون مولود یازدهمم الان تو فکر اونم. من ولدی هو المهدی که صلوات بفرستید. الله الذي يملا الارض عدلا وقسطا كما ملأت جورا وظلما. تو اونجا مهم همه چی به یه حالت پوری میرسه، حالا بعدن عرض میکنیم، بعدن به این روایت به این مناسبات دیگه باید رجوع کرد. تكون له غیبت و حیرت، برای او غیبت است و حیرت است، که حالا اینا هم باز دور از بواسی است که بعدن عرض خواهیم کرد که حضرت غیبت نداره که اون که حضرت حیرت نداره. این حیرت و غیبت برای بقیه است، اصلا حجت خدا غائب نمیشه. اصلا این غیبت طرف اصلیش طرف خود حجت خدا نیست، بقیه همه غائب شدن از حضرت. کما اینکه تو حیرت هم همینه، حجت حیرت پیدا نمیکنه. اگر اینجا داره له غیبتون و حیرتون، غیبت داره و حیرت داره، اینجا بعدش دقیقا مشخص میشه این حیرت مال حضرت نیست، چون که داره یضل فیها اقوامون و یهتدی فیها آخرون، یعنی اقوامی گمراه میشن دیگرانی هدایت میشن. این حیرتی است که از سمت، یعنی له غیبتون و حیرتون، این به خود حضرت نمیخوره، حضرت غیبت نمیکنه، کمایی که حضرت حیرت نمیکنه. این اتفاقی که میفته برای بقیه داره میفته. فقلت یا امیر المؤمنین، حالا به این بحث باز دورت بحثایی است که باید برگردیم. و کم تکون الحیرت و الغیبه، این حیرت و غیبت چه مقداره؟ این عبارت هم فهم خود این عبارت که الان میگم باز بحثی بحثی است که باید تو روایات بعدها بفهمیم. ستت ایام او ستت اشهر ستت سنین، شیش روز، شیش ماه، شیش سال، برو والا. این بیان چیزیه، بیان این که چیزی معلوم نیست. شیش رو، شیش ماه، شیش سال، شیش قرن، شیش تا صد تا قرن، یعنی این مدل حرف زدن بکش برو بالا معلوم چقدر. حالا این تیکش برو فقلتو و انهادا لکائن، آیا غیبت حتما باید بشود؟ ببینید نکته این که گفتم در حقیقت آیا میشود یا نمیشود و بایدیه، اصلا این داستان اینه. و این نهادا لکائن، آیا حتما باید بشه؟ جواب حضرت خیلی مهم اینجا میگن نعم کما انهو مخلوقون، کما اینکه باید خلق بشه، باید غیبت کنه. دقت میفرمایید؟ کما اینکه خلقتش بایدیه، مثلا این تو باید بیفته تو ایشون و باید ایشون خلق بشه این حجت خدا، بایدن غیبت کنه. یعنی نمیشه غیبت نکنه، یعنی اینجوری نیست که من این تابلو بحث بود، یکی از تابلوهای بعد همین بود که این نیست که کسی بگوید اگر بهتر عمل میکردن، درستر عمل میکردن، غیبت اتفاق نمیافتاد. نه، این لکائن باید بشه، کما اینکه ایشون مخلوقه،
این حد یعنی در کینونت عالمه این حادثه، که اون موقع حالا ادامهش دارد که وانا لکه به هذا الامر یا اسبق اولئک خیار، یعنی چجوری میشه و فلان اینها. اونجا میگن خیار هذا الامه من خیار ابرار هذا الاتره، اون موقع شاید اشاره به رجعت باشه اونه که حالا انشالله باشه بعدا. خب این یه نکته ای که میخواستم مستند دقیقت خود روایت هم توی این حوزه عرض بکنم. عرض به محضر مبارکتون که سوره مبارکه بقره رو بیارید، آیه 210. اینا رو ما به هر جهت عزیزان باید دقت بکنن، ما بحث معرفتیه و باید مثل چیز فونداسیون های بحث رو حتما بریزیم. این که صرفا بشینیم با هم دیگه گپ بزنیم اینجوری نیست، بحث دقیقیه، به شناخت دقیقی میخواد، شناخت طلبگی توی این حوزه ما باید پیدا بکنیم. بعد در آیه 210 صفحه 32 دارد که بسم الله الرحمن الرحیم، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر. آیا جزین انتظار دارن که مگر اینکه خدا در یه پاره‌های ابری بیاد، ملائکه بیان، قضي الامر، دنبال همچین وضعیتی هستن و الالله ترجع الامور و امور به سمت خدا راجع است. خب این یه بحثیست در حوزه بحث قیامت، یعنی یه دنبال قیامتن. اینجا نکته چرا اینو آوردن؟ برای اینکه نکته مهمی رو الان با هم دیگه باید گوش زد بکنیم. علامه ذیل این آیه است که بحث رجعت رو میکنه. اینا رو خداتون هم میمونده مراجعه کنید، بدک نیست. علامه طباطبایی ذیل این آیه رجعت رو بحث میکنه. در اونجا یه نکته مهم میگه، نکته رو خیلی خوب گوش بدید. اون نکته مهم این است که ایشون میگه ذیل این آیه ما روایات متعددی داریم، سه دسته روایت داریم. دسته اول زده به در حقیقت قیامت، ظاهرش هم خوب نظر من همینه، ظاهر ابتداییش، چون که الالله ترجع الامور و اینا، ما اینو تو انا لله انا الیه راجعون و فلان و قیامت و الیه یرجع الامر کله و فلان اینا به این حالت در حقیقت دیدیم و همش هم وصف قیامت فرض کردیم اینجور آیات رو. ایشون میگه دو دسته دیگه روایت داره اینجا. یک دسته گفتن این رجعته، این حاله. دسته سومی از روایت هست که این ذیل این آیه گفتن این آیه ظهوره. دقت کنید، قیامت، رجعت، ظهور. بعد ایشون میگن اینها جمعش به یه جمع دلالی به مراتبه، نه اینکه یک تعارض ادله است که بیاید بگید که حالا ظهوره یا رجعته یا قیامته. نه خیر، اینا حقیقت یک وضعیته و اون ظهوره. ظهور تام میشه قیامت، ظهور متوسط میشه رجعت، ظهور ابتدایی میشه ظهور. و اتفاقا و الیه یرجع الامر کله داریم یه به اون سمت، انگار شما با یک نمودار مواجهی، با یک نمودار مواجهی. بعد ایشون
این تیکهشو من از تو تفسیر المیزان براتون فإذا تصفحت وجدت شيئا كثيرا من الآيات ورد تفسيرها أنا أئمة أهل البيت. میگه صفحه بزنی و بررسی بکنی و فلان اینا، کثیری از این آیات رو میبینی که وارد شد تو تفسیر از ائمه اهل بیت، تارتن بالقیامه و اخرى بالرجاء و ثالثتن بالظهور، به هر ستاش. ولیس ذالک، دقت کنید حرف ایشون، ولیس ذالک الا لوحدت و سنخیت بین هذا المعانی. اینها یه وحدت و سنخیت دارن تمام این معانی با هم دیگه، چه ظهور، چه رجعت، چه قیامت. حالا نکته که خیلی مهمه و ایشون باز این نکته مهم بود، نکته مهم تر و خیلی مهم، و الناس لما لم یبحثوا عن حقیقت یوم القیامه، ظهور رجعت قیامت، دست من نکن، ظهور رجعت قیامت نموداره، الیه یرجع الامر. خب چون که ملت نمیشینن حقیقت یوم القیامه رو بحث کنن، چون اینو بحث نمی کنن، اون ته نمودار رو بحث نمی کنن که اصلا این قیامت چه به جهت قیامت کبرای آفاقی که میخواد زمین و زمون به هم بریزه و همه، چه به جهت قیامت کبرای انفسی که داره عارف حاصل میشود، که میبینید که در قرآن داره همه صعقه میزنن، فصعق من فی السماوات والارض الا من شاء الله، یه دی صعقه نمیزنن، اصلا اینا قیامت ندارن، نه خودشون قیامتن، یه طرفش قیامتیه، اینه قیامت پرورن، قیامت اینان، قیامت در حقیقت وجود ایناست. فصعق من فی السماوات والارض الا من شاء الله، الا یه عده‌ای که اینا صعقه نمیزنن اصلا. خب وقتی نفخ صور میشه اینا صعقه نمیزنن، اینا به خاطر اینکه قیامت رو یه دور خودشون رفتن تا تش، اینا خودشون قیامتن. و قیامت کرده با قد آمد، قیامت خوش، اینا ائمه خدان که اینا صعقه نمیزنن. کما اینکه کسایی که خیلی فزع و جزع و اینا دارن، ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، اونو فزع هم نمی کنن. حالا این که اون حقیقت قیامت کبرای آفاقی آیا اینجوری است که میتره که همه چی و بین میره و جمع میشه و میره به سمت حق به صورت ظاهری، یا نه در کشف عارفانه همه چنین اتفاقی میافتد، یعنی همه به اون مرحله قیامت اونجوری میخوام برسن. اون یه بحث دقیقی است تو حوزه چنین بحثایی که ممکنه حتی زمینم نترکه، مثلا اتفاق نمیفته. آیا خدای بی مظهر میتونیم ما داشته باشیم یا نمیتونیم داشته باشیم، یه بحث دقیق علمی داره، الان جاش نیست. ولی نکتهش اینه که میگن وقتی که ملت یوم القیامه رو بحث نمی کنن، ولم یستفرق الوسع فی الکشف عما یعطیه القرآن، استفراغ وسع نمی کنن، همون چیزی که یعنی اجتهاده هم یعنی استفراغه، یعنی تمام وسعشو نمیذاره بفهمه آقا این قیامت چیه، راجع به قیامت دارن میگن. الان ما تصورمون راجع به قیامت اینجوریه، یه حادثه بعدن قرار اتفاق بیفته، حالا تو زمان ما هم که اتفاق نمیفته، درسته؟ که خورشید اینجوری میشه، اون اینجوری میشه، تعطل اسباب نمیدونم فلان، بعد ولم نمیکنه خدا یه اتفاقی که برای ما قرار نیست اتفاق بیفته، خدا ولم نمیکنه، هی داره میگه. دیدی تصور ما اینه، معمولا با آیات حوزه قیامت که میرسیم میگیم بدبخت ها اونو چی میکشن اون موقع، یعنی خودمون اصلا در معرض این قیامته انگار نیستیم. و این همون اشتباهیست که ما تو حوزه معاد داریم، مثلا فکر میکنیم که اینا برای ما که اتفاق نمیفته، برای همون آخر زمانی که اتفاق افتاده اتفاق میفته دیگه، یه اتفاقی میخواد بیفته.
بعدش هم تو ادبیات اینو گفتیم از شمس و کورت، یعنی این که نیست چیه حتمی انجام به دلیل این ماضی گفتن، چون که حتما انجام خواهد شد. اینا ما اومدیم تو ادبیات هم رد پاشو اینجوری آوردیم، در صورتی از شمس و کورت به در نجمون که دارد و کما اینکه کل شیئن حالک، همین الان حالک و همه اتفاقات. و ما چون لم یستفرق الوسع فی الکشف عما یؤتی القرآن من هویت هذا اليوم العظیم، از این یوم که یوم دقیقاً یه مرحله است چیزه، تفرقوا فی امر هذه الروایات فمنهم من طرح هذه الروایات. بودن چون قیامت رو نمیفهمیم رجعت رو نمیفهمیم، گفت چون اینجا میخوام بحث رجعت بکنم. میگن چرا رجعت رو نمیفهمی؟ چون اساسا قیامت رو تو نمیفهمی، چون قیامت رو نمیفهمی رجعت هم نمیفهمی، واسه همین علکی هی حرف میزنی رد میکنی، نمیدونم تعویلش میکنی چیکار میکنی. ببینید ایشون میفرمان سر رشته به دست بحث قیامته، باید قیامت رو بفهمی تا رجعت رو بفهمی، تا ظهور رو بفهمی، تا حتی غیبت رو بفهمی. شما مشکلی که ما قیامت نمیفهمیم، اینم یه بحث خیلی مهم. شاید این آیه که سوره مبارکه انعام آیه 158، این آیات میخوره به اینی که، یعنی شما آیات معاد از این به بعد بدانید، یعنی که میگه آقا ظهور رو چجوری میخوای بحث بکنی از قرآن، شما کافیه معاد رو بتونی بکشی پایین یه خورده، یوم القیامه رو بکشی پایین، ویژگی هایی که در مرگ میخواد اتفاق بکشی پایین، شما اینا رو میتونی رجعت رو بحث بکنی و ظهور رو میتونی بحث کنی، غیبت هم میشه بحث کرد باش. و اتفاقا اینجور آیات نگاه کنید، اون هل ینظرون الا فلان داشت، اینجا هم نگاه کنید صفحه 150 آیه 158، هل ینظرون الا ان تأتیهم الملائکه او یأتی ربک، خب او یأتی بعض آیات ربک، خب یعنی همون اون ملائکه بیان، او یأتی ربک پروردگارت بیاد، یا بعضی از آیات بیاد. یعنی گاهی اوقات با بعضی از آیات هم همین داستان هست، فقط کل آیات بیاد نیست، پروردگار بیاد نیست، بعضی از آیات هم همین داستان رو رقم میزنه. بعد میگن یوم یأتی بعض آیات ربک، که اینو مفصل بحث میکنیم که در دوره خود ظهور این چنین است که چون حجت ها کامل می شود، نه کامل مثل قیامت که همه بالاخره در زمین اتفاق قرار بیفته، ولی چون اتفاق از جنس قیامتی میشه و ظهور آیات زیادی وجود داره، تو اونجا هم کسی نمیتونه توبه کنه، مثل اینکه تو قیامت نمیشه توبه کرد، اونجا هم نمیشه توبه کرد، اونجا پس از حوادث ظهور کسی توبه نمیتونه بکنه، هرچی هستی هستی همینه. شکل دنیا شبیه قیامت میشه و ما داریم به اون سمت حرکت میکنیم، این نکته داریم هم حالو بعدا عرض میکنم. یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، اگر قبل ایمان نیاورده باشه، ایمان دیگه تو اون وقت به درد نمیخوره. یه همه چی روشنه دیگه، تو وقتی که همه چی روشنه اینجوری روشن میشه که دیگه ایمان به درد نمیخوره، مثلا یک کسی تو قیامت ایمان بیاره. بعض آیات رب وقتی که بیاد، نه همه آیات رب، بعض آیات رب وقتی که بیاد این معلوم میشه، نه همه بلکه حتی تا بعض این قضیه کشیده میشه.
او کسبت فی ایمان ها خیر، یا ایمانی آورده باشه که خیری توش نداشته باشه، به درد ایمان به درد بخوری نیست. قل انتظرون انا منتظرون، انتظار انتظار انتظار. اصلا این واژه ها هر کدومش گذاشتنش تو این آیات که حالا اون موقع دیگه براتون تمام قیامت اگر درست تابلو بحث غیبت ظهور تابلوش درست زده بشه، همه اینا میبینید که برای انسان پیام داره دیگه و دریافتی ما داریم. من اینجا یک نکته باز عرض بکنم خدمتون، یه نکته در قیامت نکته مهمی است. ببینید شما قیامت قرار شد سر رشته به دست قیامت باشه. قیامت همیشه با حوادث هولناک تو قرآن دیدیم، یعنی همش هولناکه، خیلی لطیف نیست، اتفاق نرمی نیست، اتفاق خیلی سهمگی نیست. کما اینکه لحظات مرگ همین جوریه برای انسان، که با لحظات سهمگین و سنگینی همراهه. چرا اینجوریه؟ چرا مرگ اینجوریه؟ هر چی که باشه، مگر آدمهایی که واقعا معادلاتشون شبیه معادلات قیامت و دوره پس از مرگ کرده باشن. اونها نه، در روایات اونم داره که اصلا در آیات هم داره که لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره، تو لحظات مرگشون هم، و تو روایات داره که انگار مسخی منسیه بو میکنن، یعنی دارن یه شم و ریاحین میکنن، یه بوی گلیست که میشنوند و میروند. این مرحوم عارضا همدانی گفتن آقا وقتی مرده بود تو رویا دیده بودنش، گفتن که چون این حوادث سنگینه حقیقت مرگ که میگن فلان اینا، چجوری بود برای شما، چجوری گذشت؟ شما میگن ما که نفهمیدیم، ما تا مردیم میدیم تو بغل اورولین، ما که نفهمیدیم مثلا چی بود داستان. خب اینی که میگن استعداد مرگ، مال همینه. استعداد مرگ یعنی یک سری معادلات هست اون طرفه بر اساس یک سری حقایق، نه بر اساس یک سری شامورتی بازی. کسی اگه معادلات این طرفیش اون طرفی شد، داره استعداد مرگ پیدا میکنه. وگرنه این حادثه‌ای که میخواد از این طرف به اون طرف خیلی سهمگین در میاد. تازه برای اوحده‌ای خیلی اینجوریه که دیگه خیلی نرم حرکت میکنن، وگرنه قاعده و کینونت عالم اینجوریست که یک مرحله‌ای که میخواد بره از یک مرحله به یک مرحله دیگه، در اون مرحله در حالت انتقال از این مرحله به اون مرحله استعدادها پیدا شده، ولی بازم سهمگینه، بازم سنگینه محادثه. چون که درست استعداداش کشف شده اونجا، ولی هنوز به اون شرایط عادت نکرده. شما مثل بچه میمونه. ببینید این اصلا خلقت این مدلیه. شما وقتی که میخواد بچه در رحم مادرش روح بهش دویده بشه، اولا باید استعداد پیدا بکنه، یعنی برسه به لبه، یعنی استعدادش برسه به لبه فعلیت. تا نرسه به لبه فعلیت اون اتفاق براش نمیفته، بشه ثم انشأنا خلقا آخر. حالا تمام این دست و پا و دقیقاً چی رو اینا هم داره در میاره، شش و همه اینا رو داره در میاره، ولی باز وقتی که میخواد به دنیا بیاد، یعنی استعداد به دنیا اومدن پیدا کرده، استعداد پیدا به دنیا اومدن پیدا کرده. اما در این استعداد به دنیا اومدن اینجوری نیست که سهمگین نیست براش. آقا این تا حالا داشت اکسیژنش رو از بند ناف میگرفت، این از این به بعد اکسیژنش رو باید خودش نفس بکشه،
خیلی سهمگینه. لذا میبینید وقتی که میخواد به دنیا بیاد کلی جیغ و ویغ داره و جیغ و ویغ همه هم در میاره، از مادر و اینا لطمه میزنه به اون، یعنی به اون فشار میاره، به خودش هم فشار میاره، تا میخواد معادلاتش از این که داشت با بندناف اکسیژنش و غذاش و فلان اینا رو میگیره، حالا یعنی تازه رسیده به اون حد استعدادا. بله یه کسی امیر المؤمنینه که اصلا اون با مرگ تغذیه کرده، ما از اون اول شش در آورده. خب با اون میگه والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به ثدی امه، اون اصلا اون مرده همین الان، میدونی اون اصلا تو قیامته، اصلا تو اون بره. خب و خودش باعث این بره، اون یه چیز دیگه است. ولی اینی که بخواهد این مرحله رو طی بکنه با درد و رنج و یه سری اتفاقات سهمگین اتفاق میفته، باید روابطش به هم بخوره. تا حالا تمام اسباب رو داشت اسباب میدید و واقعا یک استقلالی در اسباب میدید که حتی زائیده خود دنیاست. ببینید این فهم زائیده دنیاست، چون که وقتی که دنیا دنیا میشود، وقتی دنیا دنیا می شود اینجوری است که اختفاء پیدا می کند حق در مظاهر. یعنی کسی که تو دنیا داره زندگی می کنه می بینید اصلا همه چیز داره جدا می بینه و حق رو هم نمی بینه، مگر به مقام های فنایی و بقا بعد الفنا اینا برسه. این خاصیت دنیا است اینجوریه که توش دنیا عالم کسرات این مدلیه. این بر اساس یه سری پارامترها و معادلات داشته حرکت میکرد. خیلی وقتا نمیفهمیده کار دست کسی دیگه است. حالا باید رعب العذاب و تقطعت بهم الاسباب. ببینید تقطعت بهم الاسباب نه اینکه اسباب قبلا خدا کار نمیکرد الان اونجا خدا کار میکنه، قبلا و بعدا خدا کار میکرد، تا این اصلا نمیدید این رو، لذا داشت با این سبب با اون سبب با این با اون با اینا داشت حرکت میکرد. خب در صورتی که سر همه این سفره ها خدا رزاق بود، همشون خدا کاره بود و بقیه همه هیچ کاره بودن. ولی این اصلا خاصیت این دنیا، من این که طرف میتونست بره بالا، یعنی انقدر بره بالا که موحد بشود، با کلمه توحیدی موحد بشود، و این خاصیتی است که باید بشود، اتفاقی است که باید بیفتد. حالا اون موقع کسی که برای همین اگر کسی استعداد هم دیگه پیدا نکنه او رو با یک درد و رنجی میمیرانند. چرا؟ چون باید استعداد پیدا بکنه، باید آنچه که در مدت 70 سال طی کرد آدما به صورت طبیعی باید پیدا بکنن تا استعداد مرگ پیدا بکنن، این باید در طول مدت کوتاهی به این استعداد برسه، چون که باید بره برخه با معادلات اون دنیا باید کار بکنه. لذا گفتن مرگ تنتقلون من دارن الی دارنه، مرگ یه لحظه نیست، مرگ دوره انتقالیه. اگر در این دوره انتقالی کسی با معادلات اون ور تونسته بود کار که مثل بچه درست حسابی که تو بالاخره تا میاد با یه چیزی درد و خونریزی و با نمیدونم گریه و جیغ و فلان اینا، بالاخره این بر عادت میکنه، میفهمه چه خبره، بالاخره نفس میکشه نمیدونم فلان میکنه، کارشو میکنه، قضاشو بالاخره با یه چیزایی میدن، بعد حریره بادون میدن، بعد چه عادت میکنه ببین. و اما اگه ناقص الخلقه باشه این نمیدونش تو دنیا، میذارش تو یه قوطی، فعلا تو این دوره قوطی باید این چی بشه؟ استعداد پیدا بکنه برای اون طرف. خب و اون حوادث حوادثیست اساساً سهمگین، ببینید، و اتحال لازم برای تطهیر. اونی که گفتم حجت خدا، حجت تطهیره، آبه. این باید این اتفاقات بیفته، باید حوادث پیش از ظهور سهمگین باشه، باید معادل آنچه باشه که در قیامته.
حالا ممکنه دشمنان فراهم بکنن این شرایطو. آقا چجور در قیامت پرده ستاریت خدا میفته؟ باید قبلش این اتحاد تو دنیا بیفته. الان میبینید پرده ستاریت خدا داره میفته؟ قبلنا هر کی هر تو هر جای دنیا غلطی میکرد برای خودش غلطی کرده بود. الان میبینید سریع روی صفحات چیده؟ وبه تو فضای مجازی پخشه. این خاصیت آخر زمانه، باید این اتفاق بیفته. این خدا پرده ستاریتش یواش یواش داره میاره بالا، چون که اینا مقدمات مراحل بعده. حالا یه دشمنی داره تو این پازل بازی میکنه، تو پازل خداست، این تو پازل خداست و اینا هم خلط نشود. ما قرار نیست پرده ستاریت خدا رو ما بگیم خب اگه قراره اینه که ما دیگه حال پس دیگه نه نه، این اتفاق طبیعیه تو این عالمه. و اون موقع خیلی وقتا این اتفاقات با زور، با گرفتاری، با بدبختی، با عذاب اتحاد باید همراه بشه تا یه مرحله به مرحله بالاتر بزاید سیستم. باید این اتفاقات بیفته، لذا قیامت اینجوریه. شرایط خود انسان که گفتن معادلاتش قیامتی بشه باید همینجوریه. شما اون آیاتی که توی چاشت هم خوندیم که یه تیکش رو من خدمتون نخوندم، آیه 30 سوره روم رو بیارید. این بحثای معارفی رو عزیزان باید تابلویی بهش نگاه بکنیم، مثل یه تابلو بذاریم که یوهی کار از دستمون تو این بحثا در نره و حتی بدانیم. آقا الان حضرت فکر میکنید وظیفه حضرت یکی از وظایف اصلی حضرت تو این دوره چیه؟ شرایط قیامتی رو فراهم بکنه، ملت رو از اسم از ظاهر ببره تو اسم الباطن، یه کاری کنه که باطن مهم، مثل قیامت. قیامت نزدیکی و دوری بر اساس ظاهر که نیست، بر اساس باطنه. باید حضرت این کار رو هی خودش مدیریت بکنه که ملت از اسم از ظاهر اتفاقا بدن دیگه ملاک نباشه. اونجا نزدیکی و دوری بدنی ملاک نباشه. همون که تو ظهور، در دوره ظهور، با این که ظهور بدن اتفاق میفته و این اتفاق میفته، ملاک نزدیکی و دوری از سنخ قیامتیه. اونجا باز دوره ملاک در حقیقت، چون که ظهور میشه و آشکار میشه، کسی نمیتونه، کسی اساسا نمیتونه دور باشه و خودشو نزدیک کنه. اینجوری نیست، کسی نزدیک هست که نزدیک هست، کسی طهارت داره نزدیک هست. کسی که طهارت داره نزدیک نیست، اصلا نمیتونه نزدیک بیاد، جز نزدیکان حضرت نمیتونه باشه، مثل قیامت. ببینید در این فرق وجه کم، تو این تیکش ببینید، خب فرق منیبین الیه، ببینید آخر آیه اینه، آیه بعد اینه، اقامه وجه بکن منیبین الیه، با حالت انابه اقامه وجه بکن. حالا این با حالت انابه و توبه و فلان و با حالت دلدادگی و اخلاص و اینا که تو میخوای اقامه وجه بکنی، چه شرایطی خدا فراهم میکنه؟ فراهم میکنه این شرایط رو برای اینکه این انابه شکل بگیره. آیه 33، به اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منیبین الیه، یعنی اونجایی که من میگم فعق منیبین الیه، میگه خب چی میذاری برای من؟ یه گرفتاری، بدبختی، میخوام بکنه از روابط قبلی. دیدید بعضی وقتا یه کسی یه حادثه سهمگینی براش پیش میاد، چقدر به جهت روحی رشد داره تو اون لحظات.
چه حال خوش معنوی داره مثلا. بعد که کسیش مرده اون انابه و دلدادگیه، میگه خدایا اگه فعق منی بینه الی چی گذاشتی؟ میگه گرفتاری. قدر گرفتاری رو بدون. گرفتاری گذاشتم که بتونم بتونم روابطتو تو به هم بریزم، بتونم قیامت کنم در تو. باید این حوادث سهمگین باشه تا من بتونم تو رو خوردت کنم، بشکنی از اون حالت قبل بیای بیرون، یا خودت مثل بچه آدم بیای بیرون، یا میزنم میشکنم تا بیای بیرون. و ایدا مسنات الضرون دعو ربهم منیبین الی. ببینید آیات رو روالش دیدی؟ این اون آیه رو نخونده بودم، گرفتی یک مطلب رو. اینا همون حوادث سهمگینی است که باید اتفاق بیفته، برای هم عالم باید اتفاق بیفته که عالم دست بردار. اگر میبینید که بحث این است که همه باید بیان ریسموناشونو بریزن و این عالم درست نمیشه. ببین ما این که وظیفه‌مون رو بخوایم انجام بدیم، ما باید وظیفه‌مون رو، ولی عالم ما نمیتونیم درست کنیم، معلوم باشه. ما وظایفمون رو انجام بدیم، ولی عالم رو قرار نیست ما درست کنیم. قرار است ما به سمتی ببریم که معادلات قیامتی بشه. اگه کاری میخوای برای ظهور بکنی، اینا میگن معارفی است که توش دستورالعمل استخراج خواهد شد. کار بردن روابط به سمت الباطنه، این کاری که حالا تفصیلشو خواهیم بود، بردن روابط به سمت روابط قیامتیه، این کاریه که مدادت بکنیم. مثل بعضی های اشتها و کافی بکنم میشینیم بحث بکنیم که به نتیجه برسیم. آقا ما اصلا بحث نمیکنیم به نتیجه برسیم، بحث بکنیم حرفامون رو شفاف کنیم، هر کی خواست هر چی کنش بپذیره. خیلی وقتا تو این تحقیقات مجلس فلان میگم بحث نباید بکنید، چون تو مرکز بجوشی به نتیجه برسید که باید بحث بکنید. نماینده معلوم شه این سه تا نظر هست، بکبونش هم ایناست، حالا ببینید شما چی کدومش برمیدید. ما باید ببریم به سمت الباطن، نه اینکه ما ببریم که درست کنیم. روابط باید قیامتی شکل بگیره و فهم این، اون موقع همه میان، همه خواهند آمد در این عالم، ریسموناشون رو خواهند ریخت و همه خواهند فهمید که دنیا به این نتیجه خواهد رسید که نه بابا جون اینجوری نیست، این خبرها نیست، روابط باید برود به سمت شکستن. این همون اضطرار، اون مفهوم اضطراری که میگن اینه، ما وظیفه‌مون به اضطرار رساندن است. که اگر شما همون روابط قیامتی رو پیاده کنید به اضطرار میاد. خب حالا بازم بحث علی ظاهر بحث سنگینی شد، یه باید ببخشید دیگه. حالا خب این سوالات حالا اینا رو برخی سوالات عرض خواهیم کرد، بعدن جز بحثمون، بعدن جز بحثمون هست. پس اجمالاً اون چیزی که چی میکنیم به شما تکلیف میکنیم، آیات و قرآن که میکنید بحث های معاد وایسی دیخونده. ببینید چی گفتن تو دوره معاد چیه، هر چی که بگن متعلق به دوره رجعته و هر چی که بگن یه نرحل نازلش میشه مرتبه ظهور و همون اون یه استعداد میخواد که میشه بحث غیبت. غیبت در لحظات آخر به این وضعیت تبدیل میشه، مثل این که شما بچه بیرون رحمو که ببینی بهش بگن، شما بگن که مثلا بچه تو رحم به نظر چجوریه، مثلا قیافش شما ندید میتونی بگی، تو بگی که بالاخره این که الان اینجا بعد از دو روز ما می‌بینیم دست داره، پا داره، دماغ داره، فلان اینا، یه خود بیای عقب‌تر
جان خب دست داره، پا داره، دماغ داره، اون فلان اینا تو چه بزرگتر اینجا چلونده است دیگه، مثلا با توجه به این چیزایی که ما میبینیم و شواهد و قرائن این مدلیه. اونجا باید مثلا یه جوری چلونده شده باشه. این میبینید که مال همین مراتبی است که به این صورت طی میشه. خب و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. من یه عرض ارادتی هم بکنم خدمت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. ما در اولاد ائمه برخیشون خیلی ویژه بودن، خیلی ویژه بودن، مثل حضرت ابوالفضل، مثلا حضرت زینب سلام الله علیها. یکی از این انسان‌های خیلی ویژه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، خیلی ویژه بوده ایشون بوده که حتی میگن که امام موسی بن جعفر داده بودن چیز رو به همسر دادن حضرت فاطمه معصومه رو داده بودن به امام رضا وظیفش رو. ایشون رو شوهر نمیده تا سن 27 سالگی که ایشون به رحمت خدا میره وفات میکنه. دلیلش این بوده که کف نداشته، اصلا کفی نداشته حضرت فاطمه معصومه، کسی متصور نبوده در این افق باشه کسی بتونه حضرت معصومه رو بگیره. این یه چیز عجیب بوده. در نقل تاریخ هست کسی میاد در خونه موسی بن جعفر علیه السلام میخواد که در حقیقت چیز بکنه، سوالاتی داره. حضرت برای عمره ظاهرا تشریف برده بودن و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها میان پشت در، میگن که چی، میگه سوالاتی دارم، میگه سوالاتو بپرس. سوالاتشو میپرسه و حضرت جواب میدن. این سن حضرت در این سن 7 سالشون بوده. وقتی که برمیگردن واقعا عالمتون غیر معلمن اینا دیگه. و که راجب حضرت زینب داریم که یا اما انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. وقتی که ایشون حضرت برمیگردن از عمره، مادر ایشون به یعنی همسر موسی بن جعفر بهشون میگه که خلاصه یه نفر اومد این سوالا رو کرد، فاطمه هم اینجوری جواب داد. حضرت میگن حکمت به حکم الله، درست جواب داد. این یه همچی چیزی و امید است که در حقیقت واقعا این قوم نه آب داره نه هوا داره. شما نها کنید این همه فقاهت علم اینها حول این بانو شکل گرفته، از چیز عجیبیه. و امید است که به هر جهت توسلات خوب، زیارت حتما انشالله هر موقع قوم تشریف بردید زیارت، حتما این خواهر برای برادر خیلی عزیزه. زیارت امام رضا خیلی ویژه است، چون چیزاییست که از زیارت‌های ویژه می‌شه. حتماً زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها خیلی ویژه است. ایام وفات حضرت معصومه است. اینا رو خلاصه توسل می‌کنید، علم بخواید، خدمت حضرت برید، دستتون رو این پنجره ذریح بگیرید، از ایشون علم بخواید، معنویت بخواید، همه چی بخواید. اینا تو دم و دستگاهشون همه چی پیدا میشه. همه چی بخواید. حضرت معصومه سلام الله علیه. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه.
کل سان ولیاً حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه وأرضك طوعا وتمتعه فيها آجان متى نرد مناهلك الروية فنروى کی پیش این چشمه پر آب میاییم سیراب و تا ننتفع من عذب ما کم فقط طال الصدا وطال غاديك ونراحك فتغر عينك متى ترانا ونراك متى ترانا ونراك وقد نشرت لوالا نسر التراب أترانا نحف بك أما كي دور شما أرض بزنين وأنت تأم الملام وقد ملأت الأرض عدلا حمها سعر زوجا كبنين مستنوج چه زیان تو را که من هم برسم به آرزو لا 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 ایام ارتحال بانو کریمه اهل بیت فاطمه معصومه نقل روایت موقع دیدن دوتا سوار نقاب زدن جمعیت و شکافتن آمدن بدن بی بی رو گرفتن باید معصومه رو معصوم دفن کنن آمدن با چه عزت و احترامی این قومی ها تشییع کردن حضرت رو آوردن دفن کردن توی باقی اون موقع برای این که این قبر آفتاب نخوره
یتی که حسیر و غریان از گردن که این قبر آفتاب نخوره گرفتی یا نه اینجا نداشتن قبر بیبی آفتاب بخوره لایم که یومی که یا باب سه روز این بدن زیر آفتایا انت اخی حسین من بیا این دل شکست را بخر حسین من مسافر جان را با خود ببر حسین من حسین من حسین من بیا دل شکست السلام عليك يا أبا عبد الله على الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار لا جعل الله وآخر الأهد مني لزيارتكم السلام على وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد الحسن وعلى أصحاب سلام رحمة الله وبركاته خدا ما را بخشم يا مولا قلب نازنین امام زمان از مراد خوشنود فرما بر امر فرجش تأجیل فرما اون از سربازان خاص ایشان قرار بده خدا این قلیل توسلات ذخیره قبر قیامت ما بگردان پدر مادر ما رو ببخش و بیامرز مرزای اسلام مرزای منظور آجلن مکاملن لباس آفیت بپوشان خدا طبقاتی از نور برو حضرت امام آدم آسان فرما مقام مزدن رهرنی همه خدمت بداران و اسلام و اید و منصورشون بدار آنچه گفتیم و نگفتیم و باید محتاجیم و تو بهتر میدانی رق ما بعد فجابت برسان اگه ما جز شهادت در راه خود قرار نده بالنبی آله الفاتحه مع الصلوات